دوستان عزیز، درود. امیدوارم که حالتون خوب باشه و فرصت اینو داشته باشید که در برنامه امشب روی خط با ما همراه باشید. توی برنامه امشب مهمون ویژه‌ای داریم که یک بار دیگه با او به گفتگو نشسته بودیم، ولی متاسفانه دفعه قبل فرصت برنامه به ما اجازه نداد که راجع به خیلی از مسائل مختلف باهاش صحبت بکنیم. تصمیم گرفتیم که با کامبیز یک بار دیگه راجع به مسائلی که در برنامه قبل به اون نپرداختیم به گفتگو بشینیم. امیدواریم که از برنامه امشب لذت ببرید. بریم یه میان برنامه ببینیم. من کامبیز رو بیارم روی خط اسکایپ و در ادامه برنامه با شما نازنینم باشیم. بینندگان عزیز، همونجوری که بهتون قول داده بودم در خدمت کامبیز قربانی عزیز هستیم و از همینجا بهش درود میفرستم. کامبیز جان، خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردی و یک بار دیگه مهمون برنامه روی خط فوریو شدی. سلام عزیزم، میخواستم از بیننده های عزیز تشکر کنم که اینقدر استقبال کردن و اینکه تشکر کنم که دارن برنامه رو میبینن. از شما عزیزانم که واقعا تشکر میکنم که این همه زحمت داره میکشید. قربونت برم، اصلا باورت نمیشه ما این همه برنامه روی خط فوریو تهیه کردیم در طول این سالها، هیچ برنامه‌ای نشد که اینقدر حواشی داشته باشه و اینقدر فیدبک داشته باشه. من عجیب و غریب بود برام، یعنی تو تنها چیزی که اون لحظه که داشتم باهات مصاحبه میکردم فکر نمیکردم این حاشیه ها و این پیامدهایی که بعد از برنامه به وجود اومد و دایرکت ها و صحبت ها. برای خودت چجوری بود؟ با خودت هم و برای خودت هم اینجوری بود؟ برای من خیلی جالب بود. من واقعا مردم ایران نظر لطف دارن، یعنی نظر لطفشونه که انقدر با من علاقه دارن یا دوست دارن. من خودم هم حرف خودم رو میزنم دیگه. دفعه پیشم بهت گفتم شیله پیله ای ندارم. سوالی هم اگه داری بکنی، یادت به من زنگ زدی گفتی سوالا رو بهت بگم، گفتم نه به من نگو چه سوالایی میخوای بکنی، از من همون موقع سوال کن که همون موقع بتونم جوابشو بدم. من دوست ندارم از قبل سوالا ستاپ بشه بعد بگم او جواب اینو من چی باید بدم، نه همه ستاپ شده است. خیلی ها این کارو میکنن.
آره واقعا این یکی از خاصیت هاییه که من واقعا تا حالا اولین بار، یعنی فقط خصلتیه که در تو وجود داره. شاید خیلی از هنرمندا که باهاشون صحبت میکنم قبل از برنامه میگن که آقا در مورد فلان چیز، فلان موضوع، فلان این صحبت نشه، این فلان. و خیلی برام عجیب بودش که وقتی این سوال از شما پرسیدم بهم گفتی که هر چی دوست داری بپرس، الانم نمیخواد از من بپرسی، نمیخوام هیچ چیزی از قبل هماهنگ شده باشه، همون لحظه دوست دارم هر چیزی به ذهنم برسه اینو واقعا. و چقدر جالبه که مردمم این صحبت‌های خالصانه تو رو، اگه الان کامنت‌های توی یوتیوب رو بری بخونی، 90% برگشتن گفتن که چقدر صادقانه حرف زد کامبیز، چقدر مشخصه، بدون هیچ چیله پیله، انگار داره فقط داره واقعیت ها رو میگه و از هیچ چی هم هیچ ابایی نداره که آقا من این حرف رو اینجوری بزنم فلان کس خوشش بیاد، یا فلان جمله رو به این صورت مطرح بکنم مبادا به کسی بر بخوره. هر چیزی که میخواد بگه رو به راحتی بدون هیچ فیلتری تو گفتگوهاش مطرح میکنه. این باید هم همینجوری باشه. بعضیا وقتی مصاحبه میکنن از قبل ست میکنن. این یادت دفعه پیش تو مصاحبه قبلی گفتم خیلیا فیکن. درسته. خب این فیکی رو نشون میده. واسه این نشون میده تو میخواد بدونه تو چی سوال میکنی، بعد بشینه واسه خودش ببینه چه جوابی بده که برای خوانندگیش یا هنرپیشگیش یا کاری که میکنه برای اون خوب باشه. یه وقت بهش لطمه نخوره. هیچ وقت نمیام واقعیتو بگم. اگرم بخوام واقعیتو بگم میپیچوننش داستانو. واقعا همینطور. من ترس و لرزی از چیزی ندارم. اگه سوالی هست، هر چی دوست دارین مردم، اگه چیزی دوست دارم بدونن، من حاضرم جواب بدم. آره واقعا چقدرم برای مردم زندگی تو و فعالیت تو براشون مهمه. یعنی نشون میده که خب خیلی از افراد بودن که وقتی ما باهاشون مصاحبه کردیم، خب علارغم این که فکر میکردیم به دلیل اینکه مثلا آرتیست بزرگیان، شاید مثلا برای مردم خیلی از کارکردارشون مهم باشه، ولی اصلا معلوم نمیکنه. یعنی با اینکه مثلا تو سالیان سال از کارهای هنریت فاصله گرفته بودی، به اون صورت فعالیت هنری نداشتی، ولی انقدر مردم علاقمند بودن که مثلا در مورد تو بیشتر بدونن، یا اینکه مثلا کاراکتر تو چقدر براشون جالب بود. و این واقعا چیزیه که توی کامنت هایی که توی یوتیوب هستش، من آخرین باری که دیدم نزدیک 700 تا کامنت بودش که همه غالبا، یعنی شاید مثلا 10 تا تو این کامنت ها منفی بود، 690 تاش همه مثبت بود. همه میگفتن که تو چقدر راجع به همه مسائل موضع‌گیریات خالصانه و صادقانه بود. و اینی هم که داری میگی واقعا مردم متوجه میشن وقتی که این گفتگو، آره ما به قول تو فیک نباشه، همین جوری بدون اینکه از قبل چیزی رو ستاپ بکنیم که این جمله رو بگیم، این کار رو بکنیم، مردم هم با جون و دل میپذیرن. اونایی که با چشم دل میبینن متوجه میشن که آقا این یه گفتگوی دلیه. و چقدر بارها توی صفحات مختلف شیرش کردن، قسمت‌های مختلفش رو درآورده بودن، گذاشته بودن. برای من روزی نیستش که قسمت‌های از اون گفتگو رو واسم نفرستن، میگن چقدر این برنامه خوب بود، چرا فلان صحبت‌ها نشد. و امروز میخوام صحبت رو از یه جایی شروع بکنم که شاید میخوام اول نقطه نظرت رو راجع به اون بدونم، قبل از اینکه بریم راجع به صحبت اصلی. یه سری عکس میخوام نشون بدم از هتل میامی که امروز روز ببینیم توی چه موقعیتی قرار داره. با هم دیگه این عکس ها رو ببینیم، خوبه که هموطنا هم نگاه بکنم. باشه. این عکس ها همین جوری که داریم میبینیم راجبش صحبت بکنیم، این عکس ها برای من خیلی عجیبه که توی وبسایت رسمی هتل میامی که الان شده به اسم هتل سیمرغ، تو تمام قسمت های مختلف توی پرانتز نوشته بودن میامی. خب اگر واقعا میامی یه چیزی بوده که بهش دارن افتخار میکنن، جزء رزومه این هتل بوده، چرا پس این هتل غصب شده؟ داستان این هتل چی بودش کامبیز؟ یعنی این هتل رو اول انقلاب از شما گرفتن؟ یعنی اگه این هتل بود الان این هتل
تحت تملک شما اول انقلاب انقلاب که شده بود، تازه انقلاب شده بود، هنوز هتل دست عمو یه سری از کسایی که اونجا بودن بود و بود. پدر من وقتی انقلاب شد سوئیس بودم، یه سال بعد از انقلاب برگشتم. وقتی برگشتم پدرم آردی زندان بود و داستان هتل خیلی قراقاتی بود، برای اینکه صاحب اصلیش یه حاجی بود اسم حاجی دورفشان و این هتل رو داده بود دست پدر و عموی من و پدر من این هتل رو از ایشون گرفته بودن اداره میکردن و در نهایت بگیم که مثل صاحب های هتل شده بودن. بعد مدیریت اونجا با کابار میامی فرق میکرد؟ کابار اون عکسی که نشون دادی که مردم نشستن دارن اون صحنه رو تماشا میکنن، اون عکس اون کاباره بود. اونجا یه صحنه گرد داشت، اون از اون بالا اونجا بالکنیش بود. من هر وقت کارنده ها برنامه اجرا میکردم، وقتی بچه بودم دیگه کرمم میگرفت میرفتم نورا رو عوض میکردم، مثلا زنده وکیل میشه ساهنگ آروم با تار رو زمین میزد، من چراغای رنگ با رنگ میداختم اذیتشون میکردم. یا مثلا داریوش داشت آهنگ آروم میخوان چراغ سفید روشن میداختم صورتش. یه ذره بچه بازی از شیطونی ها میکردم. آره، کاباره تو خود هتل میامی طبقه پایین بود که الان تبدیل شده به سالن اجتماعات هتل. سالن بله، الان دیدم مثل تئاترش کردن یا مثل سخنرانی کردن اونجا رو. و خیلی جاهاشو عوض کردن به نظر میاد. آره، 5 ستاره مدرنش کردن دیگه، یعنی الان جز بهترین هتل‌های تهران. آره، اون موقع هم در همین حد بود، یعنی جز هتل‌های 5 ستاره. اون موقع هم بله، یه دونه هتل میامی بود، یه اینترکانتیننتال بود، شرایتون بود. این ستا از همه هتل‌ها تو ایران بهتر بود. هتل میامی کاباره داشت، اینترکانتیننتال و شرایتون کاباره نداشتن. شرایتون و اینترکانتیننتال شرایتون برای سالن داشتن، برای عروسی و چیزهای اینجوری. که من تو یکیشون عروسی فکر کنم دایین بود، نه یه عروسی بود تو یکی از این هتل‌ها، یه لامپ داغ چسبید اینجای گردن من. یادم نمیره قد شیطون بودی. آره، ولی امتیاز میامی به داشتن کابار میامی بوده اونجا، یعنی این هتل فرقش با هتل‌های دیگه. آره، کابار میامی بود. بعد کابار میامی بعد توی یه محوطه هم داشت، ساختمون داشت بغلش چسبیده بود بهش، که اونجا رو هم کرده بودن دیسکو میامی. بعد از یه مدتی یه دیسکو هم توش وا کرده بودن. من نمیدونم اونجا رو چی کار کردن و نمیدونم الان. آها، خب بعد اون مدتی که شما کاباره رو مرحله اول زده بودید، یعنی بعدش این هتل و اینا به اون مجموعه اضافه شد که حالا مدیریتش رو دادن به بابا و عمو؟ نه، همش با هم ساخته، ساختگیش که با هم ساخته شده بود، فقط مدیریتش دست پدر من با عموی من بود. آه، پس از سالها قبل. بعد اون موقع که خواننده های درجه 1 می اومدن اونجا، خاطرم هستش که یکی از خواننده های لس آنجلسی می گفتش که در اون زمان شاه رو می خواستی ببینی خیلی راحت تر بود تا بخوای محمود قربانی رو ببینی، انقدر اونجا مثلا بروبیا داشت واسه خودش و اینا. البته راست میگه. واقعیت من خودم به زور بابامو میدیدم، انقدر سر شلوغ بود. خب بعد چه جوری بودش اون یه ذره حال و هوای اون روزا رو واسه اون میگی؟ حالا مثلا به چشم یه بچه 10 ساله، به چشم یه بچه 10 خاطرات میخوام یه چند تا خاطره برات بگم که بهت بگم چه چیزایی تو ذهنمه. من یه دفعه یه مردی بود تو هتل کار میکرد، کارمند هتل بود به اسم عبدالله. این بعضی وقتا خب کسی نبود که منو ببره این ور اون ور، پدرم که سرشون بود، مادرم هم که این عبدالله بعد وقت دست منو میگره، بعضی وقتا میگفت بیا بریم سینما. منو میبرد سینما، پیاده میرفتیم شهر فرنگ و شهر قصه.
بعد یه روز داشتیم برمیگشتیم تو سربالایی خیابون پهلوی، منو گذاشته بود ولی عصر میگین الان، گذاشته بود رو شونش. داشتیم راه میرفتیم به طرف بالا، جلوی در هتل میام دیدم یه سری آدم عین جلد وسط خیابون وایسادن، یه سری آدم هم دست راست جلوی در هتل وایسادن. گفتم خدایا این چه خبره، چه آدم جلوی در وایساده. این مور و ملخ یه دیدم اینا ریختن تو هم دیگه، بزن. این دست چپی ها گاردیا بودن، سرباز بودن، دست راستی ها بادیگارد های هتل و مشتی ها و لوتی ها و لاتایی بودن که از هتل مراقبت میکردن. ما یه دیدیم غمه رفت هوا، شروع شد این پلیس ها و سربازا رو کتک زدن. ما گفتیم خدایا چه اتفاقی، گوش به قرآن، مو و گوش میدیدم میره رو هوا. منم بچه هستم بعد مونده بودم چی شده چی نشده. حالا نگو دو شب قبلش پدر من رفته بوده یا نایت کلاب یا دیسکوتکی زده بوده تو گوش برادرش. اوه واقعا؟ بله برادرش دعواش شده بوده و زده بوده تو گوشش. اینا هم پلیس فرستاده بودن بابای منو بگیرن. بابای منم که ماشاءالله قربونش برم اون موقع گادفادر که چی اون گادفادر به پاش نمیرسید. یهو دیدیم ببین این پلیسا رو همچین کتک زدن، اصلا من مونده بودم چی میخواد پلیس کتک، منم بچه اصلا مونده بودم. خیلی جالب بود. یکی این خاطره بود، یکی خاطرهایی که یه هتل میامی یه رستوران سلف سرویس داشت، روزا سلف سرویس میذاشتن، یه تیکت یه بلیت می‌خریدی می‌رفتی هر چقدر دلت می‌خواد غذا می‌خوردی، یه قرمه سبزی اون هتل درست می‌کرد. من تو عمرم هنوز که هنوز همچین قرمه سبزی نخوردم. از اونجا واقعا بدیم، از اونجا از اون سلف سرویس قرمه سبزی سلف سرویس این غذا شد فیوریت غذای من، بهترین غذای من. پس خاطرهای پس هنوزم قرمه سبزی غذای مورد علاقته. مورد علاقه منه. آره. حالا فکر کن اون همه اسم و رسمی که میامی واسه خودش اون دوران تونسته بوده کسب کنه، حتما یکی از دلایلش آشپزای خوبی که داشته بوده دیگه. آره آشپزاش خیلی خوب بود. اصلا سرویسی که اون موقع میدادن حرف نداشت. تمام آرتیستایی که میومدن تو کامره برنامه اجرا میکردن هم تو خود هتل میبودن. همه آرتیستای خارجی مثلا اوف اسم نمیتونم ببرم قضیه یاد بودن. بعد مدیریت تمام این کارا رو بابا انجام میداد؟ پدر من انجام میداد. داره عموی من کاری نمید، عموی من میشست تو دفتر کارای مالی رو میکرد و بعدش هم پا میشد میرفت، بیشتر کارا دست بابای من بود. خب بعد از انقلاب که بابا رو گرفتن به دلیل داشتن کاباره میامی گرفتن یا نه علت دیگه هم بگم؟ داشتن کاباره میامی و به خاطر اینکه میگفتن نمیدونم یه سری ردبنده های چیزهای مختلف بود، هم کاباره میامی بود هم آرتیست درست میکرد، نمیدونم هم میگفتن با دربار رابطه داره ولی پدر من با دربار رابطه نداشت، مادرم با دربار رابطه داشت. بعد چقدر طول کشید تا از زندان بتونه بیاد بیرون؟ چند سال؟ بکنم دو سال، سه سال طول کشید از زندان بیاد بیرون. من از سوئیس که برگشتم یه سالی از انقلاب گذشته بود، هنوز زندان بود. بعد من یه چند وقتی همینجوری ول میگشتیم که علاف نباشیم به قول معروف، خونه این و اون بودم تا بالاخره یه روزی مادر بزرگم، چون مادر پدر مادرم مهاجر بودن از باکو اومدن ایران، آقای آتشین پدرم برای آتشین و نسرین صبحی اینا از آذربایجان، از مادر بزرگم که پرستار ارتش روسیه بود تو جنگ جهانی دوم، سو اینا از اونجا که میان به ایران، مادر بزرگ من وقتی طلاق میگیرن دوستای ارمنی زیاد داشت تو ایران، خونش هم تو ونک بود. منو یه روز ضربه داره میبره کلیسا، اون کلیسا واسه چی میگه تو پاشو بیا، میگم باش.
رفت میریم کلیسا و میگه که هر دعایی داری دعا کن، بعد تو ذهنت یه تعداد یه شماره بشور، به اون تعداد شم روشن کن بذار اونجا. منم گفتم باشه. من نمیدونم گفته بودم 6 یا 8، من بعد از 6 تا یا 8 تا هم شم روشن کردم. خیلی جالبه 6 هفته یا 8 هفته بعدش پدرم از زندان در اومد. چه جالب، چه خاطری. بعد مردم هی ازم میپرسن برای تو مسلمون نیستی چرا صلیب میندازی گردنه؟ اینو تو اینستاگرام انقدر برای من مسیج بودم. من نه مسیحی هم نه مسلمون به دنیا آمدم، ولی به دین زیاد اعتقاد ندارم، ولی که همهشون یه چیزی رو میگن فقط به زبونهای مختلف. اینم که میندازم گردنم به خاطر همون یاد بچگیمه که کلیسا این اتفاق برای من افتاد. دو، در اصل این که من دیزاینرش رو دوست دارم، اصلا ربطی به دین نداره. خب بعد از اینکه بابا اومد بیرون از کلیه اموال مصادره شد؟ همه چی مصادره شده بود. آره شنیدم که برای مادرت هم همچین اتفاقی افتاده بوده وقتی برمیگرده ایران، ولی تونسته بوده خونه‌شو پس بگیره. بابا نتونستش توی این سالا اقدامی بکنه برای گرفتن اموالش؟ پدرم سعی کرد هتل رو پس بگیره ولی بهش ندادن. چون الان هم هنوز که هنوزه با اینکه سالیان سال گذشته خیلی ها برگشتن ایران، وکیل گرفتن، تونستن از یه راه‌های مختلفی بخشی از اموالشون رو پس بگیرن. اصلا اقدامی هم کردش بابات که بتونه مثلا اموالش یه مدتی تو ایران سعی کرد بگیره، ولی دیگه وقتی دید هیچ بچی به در میزنه صدا نمیده دیگه گفتش دیگه چیکار کنم، دیگه اومد از ایران بیرون. اونم چقدر غم انگیزه وقتی الان تصاویر هتل میامی آدم نگاه میکنه. آدم بعضی هایی که حالا تهران رو میشناسن خب میدونن که چه تاریخی پشت این هتل میامی هست، چه شبایی، چه روزایی، چه اتفاقات ریز و درشتی افتاده، ولی یه سری هم شاید اصلا ندونن که در پشت این، ولی جزء به قول معروف ملکای شناسنامه داره که واسه خودش یه تاریخی رو داره. چون من میدونم که خیلی از خواننده ها تو همون میامی به شهرت رسیدن. با خیلی از خواننده های لس آنجلسی که صحبت میکنم چیزا تعریف میکنن که تو اون سالا چه اتفاقاتی میافتاد و شاید اصلا کلید شهرت خیلی از خواننده ها همون رفتن توی میامی و خوندن توی میامی بوده، که مثلا شاید خیلی از تهیه کننده های تلویزیون اونجا متوجه میشدن، چون فاصله آنچنانی هم با صدا سیما نداشته دیگه، تو خیابون ولیعصر فعلی و پهلوی بوده که یه جوری به هم دیگه نزدیک بوده. و اینکه خودت از خواننده هایی که اون زمان جلوی چش تو اومدن و به شهرت رسیدن کسایی یادت هستش که اسم ببری؟ من همه رو یادمه. خیلی جالب، با اینکه بچه بودم ولی همه رو یادمه. من از همه بیشتر شهرامو دوست داشتم. شهرام شب‌پره رو اون موقع شهرامو ابی با هم میخوندن، یا آهنگ داشتن به اسم چیلی پام. من عاشق این آهنگ بودم. بعد شهرام خیلی از اون موقع خیلی انرژیش بالا بود، بالا پایین پری سرش رو تکون میداد، من از این خوشم اومده بود. از این دوست داشتم. تو عالم بچگی من از شهرام خوشم میاد. بعد که یه ذره سنم رفت بالا رفتم سراغ داریوش. داریوش، ولی اون سالا داریوش هم اونجا میگن میخونده، درسته؟ میخوند، آره میخوند. پدر من هم خیلی کمکش کرد. داریوش هر دفعه میافتاد زندان به خاطر کارهای سیاسیش یا شعرهای سیاسیش تو درد سر میافتاد، پدر هم کمکش میکرد. بعد توی اون سالها دیگه بعد از اینکه پدر مادر از هم جدا شده بودن، مادر تو دیگه تو میامی نخوندش؟ نه، ولی استارت اولی یعنی شروع کار میامی که اون زمان ها میخونده، درسته؟ آره بله. آره. بعد خب به هر حال خانم گوگوش همه میدونن از وقتی که سنش خیلی کم بوده وارد کار هنری شده بوده، ولی خب توی دوره‌ای
تو اواخر دهه 40 و اینا یه دفعه به اوج میرسه. اون زمان هنوز از پدر شما جدا شده بود یا نشده بودش؟ یعنی زمان اوج کار هنریش. زمان اوج کار هنریش همون تازه از پدر من وقتی جدا شد من 3-4 سالم. تا از پدرم همون موقعی که داشت جدا میشد اوج کاریش بود با یه چند سالی بعدش. خب بعد تو مثل هر بچه‌ای که وقتی پدر مادرش جدا میشن از هم دیگه، اون سالا دوست نداشتی پدر مادرت با هم آشتی کنن؟ ببین من اینقدر کوچیک بودم مثلا به این چیزا فکر نمیکردم. بزرگتر شدی که چی؟ بزرگتر شدم ببین اینقدر این با اون بد بود، اون با این بد بود، این راجب اون بد بود، اون راجب این بد بود، اصلا نمیخواستم راجبش فکر کنم دیگه. قیدش قیدشو زده بودم. آره. این میگفت آره تقصیر اونه، اون میگفت تقصیر اینه، بابا تقصیر جفتتون بود خلاصه. آره ولی خب به هر حال اون زمان شاید طلاق یه چیز رایجی نبوده، ولی امروز روز توی ایران تعداد طلاق ها در سال بیشتر از تعداد ازدواج هاست و الان توی اینجا تو آمریکا هم اینطوره. آره الان دیگه یه چیز عادی و خیلی معمولی شده، ولی توی اون سالها معمولا مردم سعی و تلاش میکنن تا به هر شکلی شده زندگیشون رو حفظ بکنن که بچه دچار مشکلات بعد از طلاق نشه. خب با اینکه به هر حال شما بچه طلاق محسوب میشی، توی اون سالها خب از 3-4 سالگیت که نه، خب حالا اون موقع زیاد بچه‌ها این چیزا رو درک نمی‌کنن، از کی متوجه شدی مثلا یعنی این مشکلات جدایی پدر مادرتو درک کردی؟ یعنی مثلا احساس کردی که مثلا زندگی با بچه‌های دیگه فرق می‌کنه که پدر مادر در کنار هم زندگی نمی‌کنن، شاید یه چیزایی رو نمی‌تونی آرزو هیچ وقت بکنی و این واسط مثلا خب به هر حال شاید یه خلأ محسوب میشد، درسته؟ خب ببین این یه چیزاییه که مردم عادی این چیزا رو درک نمیکنن یا نمیدونن، نمیفهمن، واسه همین واسه خودشون یه چیزایی راجع به من تصور کردن. آره من چجوری بهت بگم، خیلی سخت بود بچگی که بخوام بگم مثلا با پدرم چجوری باشه، با مادرم چجوری باشه. این کاری بود که تو دامن من گذاشتم، من نه حرفی دوش داشتم نه هیچی. پدر من که سر هم گفتم از صبح که پا میشد تا شب سر شلوغ بود، به زور من میدیدمش، اگرم میدیدمش 2-3 دقیقه میدیدمش، گفت چطوری خوبی، بیا این پولو بگیر برو برای خودت چیزی بخر. این بابای من بود. مامان من هم که سر شلوغ بود و اصلا بعد از طلاق زیاد ندیدمش برای یه مدت زیادی، چون هم قانونی نمیتونستم ببینمش، هم اینکه اون خب درش شلوغ بود و هی میرفت مسافرت و این چیزا. ولی از لحاظ بچگی خوبی نداشتم، بچگی سختی بود. همه فکر میکنن آسون بود ولی نه. آره اصلا تصورش هم وقتی آدم میکنه خیلی سخت. ببین خیلی کارا رو خیلی آره خیلی کارا رو اصلا ببین، حالا خود پدر مادرم هم دورم اگه بودن بودن، نبودن نبودن، اصلا خیلی کارا رو من از
برای یه بچه خیلی کارا رو نمیتونستم بگم، خیلی بازی‌ها خیلی جاها رو نمیتونستم برم. تو می‌خواستی بگی نکن، برای مادرت بده، برای بابات بده، خوشتون نمی‌کنه، دوباره این کارو نکن، برای اسم مادرت صدقه می‌زنی، باش نکن اینو نخوری یا اینجوری برای اونا، به اونا صدقه می‌زنی، به اسم اونا صدقه می‌زنی، این دست به این نزنی، اینو نپوشی، بابا بذارین زندگیمو بکنم. آره از هر لحاظ فکر میکنم سختی داشته باشد. حالا جدا اینو نگو، اینو تو تلویزیون نگو، اینو تو مصاحبه نگو، اینو این کارو نکن، اینو نخور، بابا آدم باید خودش باشه. و چقدرم این که به هر حال میگی توی اون سالها به خاطر مشغله کاری مادرتو کمتر میدیدی، بچه خب نیاز داره هم پدر هم مادر، الان وقتی یه بچه جدا میشه بالاخره یه ساعتی رو تعریف میکنم میگه حداقل هفته یه بار مادرشو ببینه و این یا پدرشو برعکس ببینه، این اتفاق باعث میشه که به هر حال بچه کمتر اون عوارض طلاق رو حس بکنه. ولی خب میگی برای تو خیلی سخت بوده و من فکر میکنم آره همه این موضوع رو در مورد تو درک کردن، چون واقعا آدم خب نمیتونه تقصیرم بذاره به گردن کسی وقتی هیچکی نیست تقصیرش، این موضوعیه که نمیشه گردن کسی بندازی. خب به هر حال الان گوگوش متعلق به کل مردم ایرانه، وقتی این همه محبوبیت داره و هیچ کسی نمیتونه مثلا بهش بگه اون سالها خودتو محدود میکردی، مثلا تمام وقتتو واسه کامبیز میذاشتی، ولی خب وقتی آدم برمیگرده رزومه تو رو نگاه میکنه، من شاید صدها عکس از کودکی تو در کنار خانم گوگوش دیدم. خب به هر حال نمیشه گفت شما اصلا همدیگر رو نمیدیدید، شاید کمتر میدیدید. آره ولی خب به هر حال برای بچه‌ها هر چقدر هم پیش والدینشون باشن تو اون سن و سال براشون کمه، یعنی اصلا نمیشه واسش اندازه گذاشت. یکی بود بیشتر عکس‌ها رو سعید میگرفت، یه آقایی بود به اسم سعید نوشینفر تو که الان هم اینجا هستش، کارهای دوربینی و فیلم برداری عکاسی میکنه هنوز. این بیشتر عکسای مادر منو تو من بچه بودم از من و مادرم سعید میگرفت. اتفاقا چند روز پیش دیدم اشتاشم باش حرف میزدم، زیاد خاطره ها میکردم، گفتم یادت من بچه بودم میخواستین عکس بگیرین، یکی میومد یوم مثلا در هتل یا من هر جا بودم منو پیدا میکردن، گفتم پاشو لباس بپوش، لباس تنم میکردم میبردنم سر عکاسی، بابامونم عکس همو میگرفتم، بعد سری مامانم یا بابانم میرفت یا منو میبود، یکی برمیداشت میبود. بعضی وقتا تنها موقعی که مادرم میدیدم سر عکاسی بود. مثلا یه سری عکس 100% همه مردم دیدن، تو هم حتما دیدی، لباس سفید دارم تو زمین تنیس با مادرم، دقیقا تنیس دستم، مادرم داره تنیس بازی میکنه، ما داریم تنیس. آره اون عکس معروفیه. آره این هتل شرایتون بود. خب اینجا وقتی برداشتن گفتن لباس سفید باید بپوشه فلان، اینا منو حاضر کردن بردن هتل، دیدم مامانم اونجاست، گفتم شروع کردیم عکس گرفتن، من هنوز اونجا بودم تو زمین تنیس بودم، مامان من باید میرفت یه جای دیگه، من اونجا موندم تا یکی بیاد، من تو لابی اونجا نشسته بودم تا یکی بیاد دنبالم منو ببره. آخه چقدر قهرنگی. به قول امروزی ها واسه یه فیلم برداری یا تلویزیون اینا من یه پراپ بودم بیسیکلی. واقعا الان که داری تعریف میکنی چقدر جالب میشه سناریو قصه زندگی تو رو آدم بنویسه، چقدر جالبه، اصلا شاید هیچ کسی به این از این زاویه نگاه نکرده. من خودم هم هر وقتی که همین عکس ها رو به خاطر اینکه برنامه قبلی رو داشتیم ادیت میکردیم نگاه میکردم، میگفتم که خب فکر میکنم شاید کامبیز دوست داشته خیلی بیشتر با خانوادهش بوده، این همه عکس معلومه که آدم وقتی عکس رو میبینه یه ذهنیتی میاد سراغ آدم که حتما شما مثلا یک هفته رفتید مثلا شمال، آره یه عکسی هم تو سر زمین تنیس انداختید، یا اینکه مثلا وقتی دارید دوچرخه سواری میکنی با گوگوش مثلا شاید مثلا یه شمالی رفتید و یه مسافرتی در بس. اینا همه ستاپ بود، اینا همه رو ست درست میکردن. چقدر جالب. و اینکه تو اون لحظه دلت میخواسته شاید بیشتر با مامانت باشی، ولی اون موقع به خاطر مسائل شغلی و به هر حال یه خواننده حرفه‌ای بیشتر وقتش متعلق به دیگرانه دیگه، حالا مثلا باید میرفته استودیو تلویزیون، با اون
شهرتی که اون سالها گوگوش داشته و خب نمیشه آدم وقتی فکرشو میکنه. خیلی جالبه برام همیشه وقتی راجع به اون قسمت از زندگی تو فکر میکردم، میگفتم دلم میخواد ببینم که اون موقع چجور شخصیت تو اون سالا، بچه خوشحالی بودی، شادی بودی، بچگی میکردی مثلا توی اون سالی؟ من بچه تخسی بودم، خیلی بچه تخسی بودم. آها، پس شیطنت تو انجام میدادی، یعنی گوشه‌گیر و غمگین و اینا نبودی؟ ببین من ساکت از لحاظ حرف زدن کم حرف میزدم، بچگیم هم کم حرف میزدم، ولی شیطون بودم. شیطنت تو میکرد؟ آره، مثلا بدون حرف، مثلا همینجور که بهت گفتم، مثلا خواننده داشت برنامه اجرا میکرد، میرفتم نورش رو عوض میکردم، یعنی رفتم سیم میکروفونش رو در میآوردم. کارای اینه که مثلا یا الان بچه‌ها این دور زمانه سرگرمیشون زیاده، ماشاءالله کامپیوتر و تلفن و اینجور چیزها همه چی بازی میکنن، اصلا لازم نیست از خونه بیرون برن. من واقعا با بچه‌ها میرفتیم به دوستشم پیام، تو اونم نزدیک خونمون تو نزدیک ولنجک زندگی میکرد. ما اون موقع هنوز خونه ها زیاد نبود، خونه ها تو ولنجک و خیابون کامبیز که الان شده سارالا اینجا، اینا خاکی بود، تازه اسفالت کرده بودم. من میرفتم تای اون بالای ولنجک، اونجا یه خاکی بود خرابه زیر کوه توچال، میرفتم لاستیکای اونجا لاستیک پاره پوره میداختم، من این لاستیکا رو ور میداشتم سر پایینی ول میدادم، میبودم تماشا میکردم ماشین از پایین میاد بالا، هر ماشین میومد بالا لاستیکا رو ول میدادم بره پایین. این بازی ما بود. یا مثلا با بچه‌ها جمع می‌شدیم، می‌رفتیم می‌گفتیم خب حالا مثلا بریم میرداماد، یا بریم مثلا هر جایی، هر میدون آرژانتین یه جایی بریم، مثلا گروهی بریم با بچه‌های اون محل دعوا کنیم. شهر بودی؟ خیلی شهر بودم من. یه پیتزایی بود فکر کنم هنوزم هست تو جردن، پیتزا کانزاس. من یادم بعد از انقلاب با یه سری از دوستام، کوروش و افشین و پیمان و اینا، نشسته بودیم اونجا، یه سری موتور سوار راه افتاده بودن که اسید رنگ میپاشیدن رو صورت خانوما که پوست پوشیده بودن و نمیدونم رو صورتشون اسید میپاشن اگه حجابشون عقب بود، نمیدونم شما یادتونه یا نه. اوایل انقلاب. آره آره، یه چیزی یادم. آره، اینا یه روز اومده بودن جلوی پیتزا کانزاس، شروع کرده بودن به بچه های جردنی فوش کارمادر رو ناموسی دادن. یه دوستم داشتم افشین، ما بهش میگفتیم افشین بزغال، موهای فرفری داشت، لکدت زبون داشت. یکی از این صندلی چی میگن نیمکت های تو پیتزا کانزاس، موقع نیمکت داشت، نیمکت ها رو ورداشت زد شیشه رو شیکون، ما همه رفتیم بیرون، یک کتک کاری ما وسط جردن با این حزب اللهیا کردیم. بعد وقتی که از ایران تصمیم گرفتی مهاجرت بکنی، با بابا اومدی بیرون دیگه، درسته؟ آره، با پدرم اومدم رفتیم ترکیه. اون موقع چند سالت بود؟ 16 فکر کنم 16 سالم. پس دقیقاً تو سنینی که باید، تو سنین بلوغ تو، توی اون سنینی که اوائل به هر حال دختربازی و این سنین تو، تو ایران گذروندی. فکر کنم اولین دوست دختر تو ایران باید داشته باشی. آره اون سالا. آره، اسمش هم نگین بود. شیطنت های اینجوری هم داشتی پس اون موقع. آره حسابی. یادم میاد با کاروان اسکی میرفتیم، اسکی جاده شوال مال مدرن اسپورت تو جردن. بعد من این نگه خانم با کاروان اسکی میمد، من از این خانم خوشم اومد، اولین دختری که ما خوشم اومد ایشون بود تو ایران. خیلی جالبه. بعد پس اون موقع تو اون سالا هم دور تو جردن بود و دختربازی اینا جوان، با این که اون موقع خیلی بگیر بود. آره ببین، من دارم بهت میگم شیطون بودم واسه همین. من کسی که به من نبود بگه برو مدرسه یا این کارو بکن، میگفتن برو مدرسه ولی کسی مجبورم نمیکرد. همونجوری که گفتم ول میگشتیم، علاقه نشیم از این ور به اون ور، واسه خودمون حال میکردیم.
بعد دقیقا فکر میکنم 1362-63 از ایران خارج شدی. درسته. آره دقیقا. بعد اومدی ترکیه. آره بعد اومدی ترکیه. چند سال ترکیه بودی؟ دو سال. دو سال استانبول زندگی کردم تا یه پاسپورت قلابی خریدیم با ویزا رفتم پاریس باهم. اونجا دیگه شهرام کاشانی هم بهتون اضافه شد یا نه؟ تو ایران؟ تو ایران. اون... آره اونجا اضافه. آه دیگه اونجا فکر کنم یه همبازی واسه خودت پیدا کرده دیگه. اونجا همبازی زیاد داشتم، خیلی از دوستان اونجا بودن، اصلا یکی از دوستان مازیار اونم از ایران اومده بود، اونجا رو همه رو اونجا دیدم. بعد ترکیه خیلی جالب بود. بعد من چون از بچگی من تو ایران که بودم ترکی نمیتونستم حرف بزنم، با اینکه تمام خانواده مادرم ترک بودن، هر وقت میره اصلا اسم من، خانواده مادرم اسم من رو نمیتونستن کامبیز تلفظ کنم، به من میگفتن گارپوز، یعنی هندونه. اسم من رو گارپوز صدا میکردن. من ولی با اینکه اینا چیزی هم من اصلا نمیتونستم ترکی حرف بزنم، ولی میفهمیدم. وقتی رسیدم استانبول، وقتی رسیدم استانبول بگیم 4-5 ماه بیشتر طول نکشید، من ترکی استانبولی رو این خودشون رو بزن، جوری که برای بعضی ها میرفتم مترجم میشدم. بایی کلا چه استعداد. آره. چه استعداد خوبی داشتی تو یادگیری زبان. فقط تو دو سال؟ تو دو سال. آره. دو 6 ماه یاد گرفتم. خب بعد توی اون سالایی که تو ترکیه بودی با ترکیه، البته فکر کنم خیلی با ترکیه امروزی فرق داشته، میگفتن اون موقع زیاد امکاناتش در حد مثل امروز روز نبوده و خیلی پیش و پا افتاده بود و اینا، تو فقط شهر استانبول بودی توی اون سالا؟ آره یک دفعه فقط رفتم آنکارا برای ویزا گرفتن و برگشتم هم. خب بعد توی اون سالها مثلا اختلاف سنیتون با مثلا با شهرام چجوری بود که مثلا تونستید با هم دیگه رابطه خوبی برقرار کنید یا نه مثلا در حد دوست معمولی بود؟ هنوز تو اون سن 4 سال اختلاف خیلی زیاده. تو اون سنش، اون 4 سال که از من کوچیک‌تر بود، من دوستام همه یا همسن خودم بودن یا یه ذره بزرگتر بودن. تو بعضی وقتا میومد با ما هنگ اوت میکرد و میبردیمش این ور، ولی بیشتر جایی که میخواستیم بریم، مثلا اون موقع تو ترکیه یک نایت کلاب های مود بود بهش میگفتن متینه، تو روز ما میرفتیم، دیسکو بود ولی تو روز بود برای بچه ها، برای جوان ها. تو ما که اونجا رو میرفتیم شهرمون نمیتونستیم ببریم، تو یه جوری باید سر میگفتیم ما داریم میریم فلانجا، ما میریم میدون چی بود، میدون تقسیم. آره یه هتل داشت اون زیرش، یه پاساژ داشت که اونجا ویدیو گیم بازی میکردن، ما میگفتیم میریم اونجا ویدیو گیم بازی میکنیم، میرفتیم اونجا، شهرام که سرش گرم میشد ویدیو گیم بازی میکنه، ما در میرفتیم دیگه. بعد که رفتید پاریس هم باز با هم دیگه بودید؟ نه من رفتم پاریس اون مون تا بیاد آمریکا. چون شنیدم وقتی که اومده بودش آمریکا میگفتن که کارهای تو رو برده بوده اونجا، مثلا شرکت‌های مختلف نشون میداده که تو مثل که تو پاریس شروع میکنی خوانندگی، درسته؟ من تو پاریس شروع میکنم، ولی شهرام اون موقع که من شروع کردم کسی رو نمیشناخت. من تو پاریس که شروع کردم، بعد از اینکه من شروع کردم شهرام هم میگن. آره نه کارای تو رو میبرده. آره نه میگفتن کارای تو رو از یکی از همین مصاحبه‌هایی که پخش شد شنیدم که اولین بار که مثلا رفته بوده یکی از شرکت پخش موزیک، کارای تو رو برده بوده اونجا، گفته بوده مثلا این کار کامبیز و مثلا راجع به کار تو صحبت کرده، اسمی از خوانندگی خودش نبوده. یه همچین رابطه‌ای پس داشتید دیگه؟ آره نه از راه دور ما همچین رابطه‌ای نداشتیم، نمیدونم منظورش از خاطرم. آره این خاطره من... مثلا این خاطره امیر قاسمی گفتش، من فکر کردم واقعا، گفتم ولی از خودت بپرسم. امیر قاسمی چه کسی، واه یا ابوالفضل
گفتش که آره اولین بار که من شهرام کاشانی رو دیدم پوستر کامبیز آورده بودش، با دوچرخه اومده بودش اونجا و راجب کامبیز اومده بود صحبت کنه که کامبیز داره میخونه و اینم پوسترش و اینا. این حرفی بودش که من توی اون تیکهی که توی اینستاگرام گذاشته بودم. آره شهرام هم بعد از اون شروع کرد برای بعد از اینکه من اومدم آمریکا شروع کرد برای فرامرز آصف بک‌گراند وکال خوندن. برای فرامرز آصف میخوند یه مدتی براش، بعدش هم که بعد از چند وقت شروع کرد آلبوم خودشو دادن. آره خب پس شروعش همون بوده دیگه، شاید اون مدتی که با هم دیگه بوده شاید تو رو به عنوان حالا هم ازش تأثیری روش گذاشتی که به هر حال خواسته این کار ادامه بده. ولی خب توی اون سنینی که با هم دیگه بودید تو خونه فکر کن مثلا محمود قربانی باشه و تو باشی و بعد حرف گوگوش باشه و خونه ای باشه که به هر حال توش این صحبت ها زده میشه، حالا هر کس دیگه ای هم جای شهرام بود شاید علاقه مند میشد به موسیقی. نه نه شهرام اتفاقا صدای خوبی داشت، شهرام صداش خوب بود، میتونست بخونه برعکس من شخص صدا نداشتم اتفاق. نه البته خب هر کسی تو سبک خودش، ولی من از فرامرز آصفم هفته پیش پرسیدم گفتم از اون سالا چیزی یادت هست خوندن شهرام چجوری بود از روز اول، گفت از خیلی از خواننده‌هایی که الان میخونن بهتر بودش از اول. گفتم فالشینا داشتش؟ گفت نه از روز اول. گفت تازه بعدش هم رفتش یه کلاسه آکادمیک هم دید ولی خب از اول بلد بود بخونه و صداش خوب بود، از بچگی صداش خوب بود، میتونست بخونه. دوست خیلی هم دوستش آهنگای بود. یه دلیل هنوز هم داریوشو فکر کنم کارهای تو خواننده ایرانی داریوشو دوست داری؟ من آره من بعضی وقتا بعضی روزا هم اینجا یا این مود میفتم یا تلفن رو برمیدارم شروع میکنم داریوش پخش کردن. از یه دو سه ساعتی داریوش گوش میدم تا خستشم بعد دوباره عوضش. تو این سالا هیچ وقت با خود داریوش هم ارتباط داشتی؟ مثلا رابطه بین؟ آره بابا من اون موقع که اومدم آمریکا سال 88 اومدم آمریکا با دختر خدا بیامرز دختر خوندش بیرون میرفتم، دوست دخترم بود نیکی خلدبری. بعد مدت زیادی با داریوش رفت آمد داشتم که حتی یه برنامه هم یه کنسرت هم با هم گذاشتیم. اون موقع خیلی جالبه، اون موقعی که اون موقع اوایلی که اومدم آمریکا من آلبوم نداده بودم بیرون، همینجوری برنامه می‌ذاشتم. بعد از اینکه آلبوم دادم بیرون، آلبوم شکلات رو دادم بیرون، یه دونه برنامه هم نرفتم. ولی اون آهنگی که واسه مامانت خونده بودی و اون رو می‌خوندی معمولا یادم؟ خیلی آهنگا رو می‌خوندم، چند تا آهنگ داشتم. بعد آهنگای مامانم رو می‌خوندم، الویس می‌خوندم، خدا می‌دونه چیکار. مثلا خوانندگی من مثل یه مه میمونه، معلوم نیست چیکارش کردم من اون تو. حالا به هر حال همه توی سنین جوانی شاید میان شانسشون رو امتحان میکنن دیگه و اون سالها فکر میکنم به خاطر اینکه خود گوگوش هم در صحنه نبوده خب همه دوست داشتن، مثل همون شعری که واقعا توی شعره میگه دیگه منم یادگار تو و آره یه جورایی همه دوست داشتن ببینن حالا پسر خانم گوگوش کجاست چیکار میکنه و چه ترانه خونده. و خیلی یادم اون سالا ویدیوه دست به دست میشد توی ایران که همه از باب کنجکاوی هم شده میذاشتن کاره رو میدیدن و همه اول میگفتن چقدر شکل خود گوگوش شده. اولین چیزی که میگفتن اون من قشنگ یادم پاریس بودم، عکسای منو که پدر من فرستاد برای آقای زوکایی مجله جوانان تو لس آنجلس یکی دو هفته بعدش منو جلد چاپ کردن و این کاری بود که آقای زوکایی کرد، اسم منو گذاشت کامبیز گوگوش. من که فامیلی من که گوگوش نیست، من پسر گوگوش هستم ولی من کامبیزم. از اون موقع همه میگفتن کامبیز گوگوش، کامبیز گوگوش، کامبیز. این شد، این چسبید به ما. همون هنوزم خیلیا به تو میگن کامبیز گوگوش. آره خب بعد که اومدی لس آنجلس از اول بنات این بود که بیای آمریکا بمونی برای زندگی
ببین من از بچگی این کاری بود که پدر مادرم کرده بودن. من از مهد کودک منو گذاشته بودن مدرسه آمریکایی‌ها. یه مدرسه بود به اسم رستم آبادیان پشت کاخ نیاوران. تمام دوران دبستان و غیر از یک سال کلاس چهار رو که رفته بودم سوئیس من اونجا بودم، که حتی برگشتم بعد از انقلاب هنوز یک سال اون مدرسه رستم آبادیان بود که کلاس پنجمم رو رفتم اونجا تموم کردم. ما رو گذاشته بودن مدرسه آمریکایی‌ها. ما تو هفته فقط یک ساعت و نیم کلاس ادبیات فارسی داشتیم، بقیهش همه کلاس ها به زبان انگلیسی بود. معلم ها انگلیسی آمریکایی بودن، همه چی به زبان انگلیسی بود. من و اینا از بچگی آماده کرده بودن که چیکار کنم، تو ایران بمونم با اون زبان با اون درس کنم که برم آمریکا دیگه. وقتی هم که انقلاب شد هی گفتن باید بری آمریکا، باید بری آمریکا، همین گفتن این بیاد آمریکا سخت. یه کاری بود که انگار آمریکا مثلا شده چه میدونم بهشت، همه میخوان برن تو آمریکا. ما رو از بچگی ست کرده بودن که این باید بره آمریکا، حالا واسه چی نمیدونم. خلاصه ما آخرش هم اومدیم آمریکا. ولی چند سال بعد از اینکه آمریکا بودی رفتی ایران، درسته؟ چند سال دقیقاً 25 سال پیش، 26 سال پیش من برای 9 ماه یا 10 ماه رفتم ایران. رفتم مادرمو ندیده بودم چند وقت بود، دلم تنگ شده بود رفتم مادرمو ببینم. وقتی رفتم مادرمو ببینم، خب ایشون هم یه شوهر دیگه که آقای کیمیایی بودن، منم بگم دلم تنگ شده بود برای کارهایی که بچگی میکردم با آدمایی که تو بچگی از من هوای منو داشتن. من رفتم آقای حسن روشن رو پیدا کردم. اون موقع توی تجریش یه مانتو فروشی داشتم، قبلا فروشگاه ورزشی بود، بعد از انقلاب شده بود مانتو فروشی. که رفتم اونجا پیداشون کردم و ایشون اون موقع مربی تیم تجارت بودن، فوتبال تجارت، که منو بردن با تیم تجارت شروع کردم فوتبال بازی کردم. که دیگه انقدر سرم گرم آقا روشن بود و فوتبال و هیجان این که مادرم رو دیدم خودش یه سال طول کشید. بعد تو اون موقع ها هم پدرم هم یکی دو نفر دیگه برای من یه سری قرارداد فرستادن ایران. با اون موقع DHL بود، با DHL فرستادن ایران که این قرارداد رو بده به مادر، اگه بیاد آمریکا با اینقدر بهش پول میدیم، این کار رو میکنیم، فلان میکنیم. که این قرارداد رو من گذاشتم جلوی مادرم آقای کیمیایی، که من گفتم ببینیم که آقای کیمیایی گفت واو اینقدر پول میدن اونجا. گفتم بله اینقدر بهشو میدن. جدیه؟ گفتم بله که جدیه. ما اینا رو که این رقما رو که دیدن تو ایران، بعد از اینکه من دیگه تصمیم گرفتم برگردم، بعد از چند وقت دیدم کاراشونو کردن. من وقتی پسر دار شدم، پسرم 2 سالش بود، اون موقع تلویزیون حمید شبخیز من کار میکردم، برنامه اجرا میکردم، یه تلفن زنگ زد گفت مادرمه که من تو الان تو فرودگاه هلندم، تولد 2 سالگی دارا مبارک، من دارم میام کانادا. اصلا نمیدونستم چی بگم، ذوق زده شده بودم، اصلا هیجان زده، ذوق زده، اصلا نمیدونم چه حالی بودم. خلاصه بعد گوشی رو یه آقا نامی گرفتن به اسم کیا، اسم مستعارش بود، اسم واقعیش خوش زبان بود، منوچهر خوش زبان. ایشون مال وزارت ارشاد بودن، کسی بودن که با مادرم اینا همراهی کرده بودن که مثلا کاری نکنه، ایشون خودشون از همه خلافتر بود. یعنی همین آقای منوچهر خوش زبان که اومد بعدن کمپانی زد، از ایران با گوگوش خارج شده بوده. بله، ایشون مامور اطلاعات ایران بودن، مامور همین جمهوری اسلامی بودن که با مادرم اومده بودن مثلا مواظب باشن مادر من کاری نکنه. بعد
توی اون یک سالی که تو ایران بودی با مادرت زندگی میکردی؟ پیش مادرم بودم، بله. پیش مادرت بودی؟ پیش مادرم. مادرم خب خیلی بیشتر موقع بود، بعضی وقتا میرفت خونه آقای کیمیایی، ولی بودن. بعد خیلی جالب، خیلی جالب. پس نقطه یکی از کسایی که شاید نقش داشته باشه توی مهاجرت خانم گوگوش که از ایران بخواد بیاد بیرون، خب سالیان سال تو ایران مونده بود دیگه. شاید همین صحبتایی که تو کردی و قراردادایی که DHL کرد، همین این بود. همین که وقتی پسر من به دنیا آمد، مادر من رفته بود با یه کمپانی تو ایران هست به اسم هدایت فیلم، که آقای شایسته اینا رو صاحبش آقای شایسته هست، مثل اینکه خیلی هم تو ایران خرش میره. میرم پیش ایشون، با ایشون صحبت میکنم، ایشون از دولت اجازه میگیره که مادرم بتونه بیاد نوه‌ش رو ببینه چون نوه دار شده، ولی اگه این اجازه رو میدن، مادر من باید توی یه فیلمی برای جمهوری اسلامی که مثل که زندگی حضرت علی بود، نمیدونم چی بود، یه چیزی، یه فیلمی بود که آقای کیمیایی نوشته بود و داشت میخواستن بیان تو کانادا فیلم برداری کنن که فیلم مذهبی باشه، که وقتی اونا دیگه به این دلیل اجازه رو تونستن بگیرن و اومدن کانادا، وقتی رسیدن کانادا دیگه گفتن آقا بی خیال. آره یادمه دقیقا اون سال اول دولت آقای خاتمی تو ایران بود و خیلی ها میگفتن، شعار هم میدادن که من به خاطر نوام تونستم اجازه بگیرم بیا. آره از اون طرف هم یه سری یه ذره فضا باز شده بود، در یه طرفی هم یه عده شایعه کرده بودن ارتباطات خوب آقای کیمیایی باز شده اجازه بدن که خانم گوگوش از ایران خارج بشه، ولی در هر صورت سفرش به کانادا خیلی موفقیت آمیز بود و اون زمان دیگه همه اومدن اونجا و اگه یادمه که کنسرت ها هم همه پر شد و یه پول خیلی گنده ای هم میگفتن اون سالها جمع شد. این سرمایه، این پول مسلماً تنها به خانم گوگوش نرسید، فکر میکنم آقای کیمیایی کسای دیگه ای هم توی این درآمد کنسرت ها سهم داشتن، درسته؟ بله، آقای کیمیایی که قشنگ خوب سر مادر من یه کلاه بزرگی گذاشت. یه چیزایی من از ایشون دیدم که حالا نگم سنگین تره، ولی خب خلاصه مطلب اینه که اون یه با پول مادر من ایشون یه کامیون یه تراکتور پر لوازم فیلم برداری از آمریکا خریدن به اسم اینکه اینجا فیلم بسازن برای مادر من و این دستگاه مثلا مال مادر من باشه. بعد که یه ذره اختلاف پیش اومد و یه حرفایی زده شد، ایشون بدون اینکه اعلام بکنن همه این دوربینا و دو دستگاه رو شیپ کردن، فریت کردن ایران برای خودشون. ولی در اصل سال دو دستگاه مال مادر من. آها نشنیده بودم این موضوع. بعد تو اون سالا رفتی کانادا پیش مامانت دیگه، درسته؟ آره من هی میرفتم و میرفتم و میومدم. البته زیاد نه، دو سه دفعه بیشتر نرفتم و چون بعدش خود مادرم شروع کرد اومدن آمریکا. بعد توی اون سفرها با پولاد پسر آقای کیمیایی هم آشنا شدی یا نه برخوردی نداشتی؟ آشنا شدم. چون خیلی شایعات اون سالها بود که خب به هر حال این کنسرت ها که همه هم موفقیت آمیز بود، جمعیت های چند هزار نفری، خب به هر حال این پول ها مثلا چه کسی از این پول ها مثلا سهم میبره، اینا قراره برگشتش ایران. خب یه شایعاتی هم بود که اصلا خانم گوگوش میخواد برگرده ایران. خیلی نه ببین این داستان ها، این خیلی از این داستان ها شایع بود یا داستان های ساختگی بود. ببین خود آقای کیمیایی که خب میدونید نویسنده ماشاءالله قهاریه، همه چی رو مینوشت. اصلا یعنی داستان این که این چه اتفاقی بیاد، این چه جوری بشه، این به اون چی بگیره، همه رو این ست میکرد. اصلا ببین آدم موزیک میگن از صورت از چهره یه نفر معلومه. من چهره ها رو خوب میشناسم. من نمیدونم چرا بعضی وقتا یه کسایی تو 10 ثانیه اول میفهمم که من ازشون خوشم میاد یا خوشم نمیاد. بعد این آقای پولاد که اومدن اینجا، ایشون با پدرشون دم استخر نشسته بودن که اینا نمیدونستن من دارم میرم اونجا. من
رفتم تو خونه که مادرمو بگیرم، اینا ندیدن. من بالا سر اینا داشتم رد میشدم، اینا دیدم دارم پشت سر مادر من پچ پچ میکنم. حالا چی میگفتمش بگذره، که من این مسئله رو با مادرم در میون گذاشتم. اولش همیشه حرفای من اولش هیچکی مادرم پدرم من حرفای من اولش باور ندارن تا وقتی خودشون سرشون بخوره به سنگ. خلاصه ما به مادرم گفتم مادر اینا همچی حرفای زدن. گفت نه نیستم، اشتباه شدی فلان شدی. که خودش بعد از چند وقت دید حرفای من صحت داره و دیگه با هم اختلاف پیدا کردن. آقای کیمیایی هم دوزیرا رو دوزید و رفیق. البته خب به هر حال میدونی آقای کیمیایی تو ایران شخصیت شناخته شده ایه و به خاطر احترام زیادی براشون قائلم. من خودم فیلم قیصر یکی از فیوریت فیلم های منه. ولی به هر حال اتفاقاتیه که همه شاید دوست دارن بدونن راجبش. اتفاقاتیه که تو زناشویی میفته دیگه. تو زناشو تو بین زناشوها از این اتفاقات زیاد میفته. اصلا گفتن نداره. آقا دوش جوره. خوردی که خورد. خب بعد پس رابطه بعد از اون تموم دیگه. بعد از اون رابطه به طور کامل قطع شد با آقای کیمیایی دیگه. هیچ ارتباطی نبود مثلا چند ماه بعدش آشتی کنن یا بخوان همدیگر رو ببینن، چیزی تو جریان نیستی؟ نه کامل قطع. آره کامل قطع شد. فقط یه مقدار چیزا بود که تو ایران دست آقای کیمیایی بود، بعد پس داده میشد که پس داده نشد و گفتن نداره. ولی خب بعد راست میگی، حالا اینا موضوعی که نمیشه راحت راجبش صحبت کرد. بریم سر وقت این که مامانت اومد لس آنجلس و دیگه به هم نزدیکتر شدید دیگه. به هر حال تو بعد از تمام این سالها که از مادر دور بودی، فکر میکنم دیگه تو یه شهر با هم دیگه حداقل زندگی میکردید دیگه. حتی با این که مثلا توی با یه وقفه فکر میکنم 30-40 ساله، درسته؟ شاید تو دوران بچگی هم به اون صورت با مادرت نزدیک نبودی. خب بعد همکاری مادرت با مهرداد آسمانی، کی باعث این آشنایی و همکاری شد؟ تو میدونی، تو جریانش هستی؟ آره هم طبیعه. یه جورایش هم من توش دست داشتم هم دوروریا، ولی بیشتر چون مهرداد اون موقع با من زیاد رفت آمد میکرد. بعد موقع به خاطر کارهای آهنگ با آقای چشمازر یه ذره اومد جلو، که از این طریق آقای چشمازر و شهریار قنبری میگفتن که من شعرامو مثلا مهرداد میتونه ملودیای خوب بذاره. بعد واسه همین از طریق شاعری و آهنگسازی مهرداد اومد تو. خب بعد مهرداد توی اون سالها منیجر مادرت هم شد یا نه فقط همین در حد آهنگسازی بود؟ نه مثلا هم منیجر بود، ولی خب از این کار هیچی حالیش نیست. چون خاطرم هست حدود شاید نزدیک 10-12 اولین کنسرت خانم بوش توی دبی، دوستان ما که اون موقع صحبت میکردن از طریق آقای کوروش بیبیان خیلی نقطه نظرهای مهرداد رو مطرح میکردن که مثلا باید به این مهرداد مهره‌ای نیست اصلا. مهرداد اصلا چی میگن؟ اصلا لایق حرف زدن نیست راجع بهش. خب ببین بعد از اینکه مهرداد کار هنریش رو از مادرت رو جدا کرد، به دفعات اومد راجع به این توی برنامه های مختلف، حالا توی تلویزیون امیر قاسمی. آره این زور بهش اومده دیگه. زور بهش دیده وقتی چسبیده بود به مادرم، رسیده بود به عرش. وقتی مادرم دید این چه کلا برداریایی داره میکنه، چه کارهایی داره میکنه، وقتی دیگه باش کار نکرد، ایشون هم دیگه از اون عرش خورد زمین. من خیلی چیزا راجع به مهرداد میدونم که بهتره دهنمو وا نکنم. خب آخه خیلی جالب بودش که من فقط قبل از اینکه حالا از این صحبت بگذریم، توی دوره‌ای که رابطه هنری مادر تو با مهرداد قطع شد، بارها مهرداد صحبت کرد. وقتی ازش سوال کردن، صحبت‌های طولانی مدت تو برنامه
آنکات امیر قاسمی خیلی کار دیگه صحبت کرد، ولی حتی یک بار مادر تو و یا حتی کسی از سمت مادر تو هیچ صحبتی نکردن که آیا این اتفاقات شروع کار هنری چی بوده، دلیل جدا شدنش چی بوده. خب اگه دو نفر رابطهشون خوب پیش بره چرا باید از هم جدا بشن؟ و اینکه اون زمان خیلی شایعات مثلا زیاد بود. خودت تو مثلا به عنوان کسی که تو اون سالها تو کل ریز اون ارتباطات هنری نقش داشتی، چون همون موقع آلبوم تو هم فکر کنم دقیقا اومد بیرون، درسته؟ بله دقیقا همون موقع بود، درست. بعد علت اختلافات چی بودش؟ یعنی فقط اختلافات حرفای معمولی روزمره بوده یا اینکه خطای بزرگی اتفاق افتاد؟ چیزی که مثلا بشه راجبش صحبت کرد چیه؟ چیزی که راجبش بشه صحبت کرد این سلامتیه. پس نمیخوای راجبش صحبت کنی؟ ببین یه چیزایی رو میتونم برات بگم. ببین آخه میگن آشه هرچی بیشتر هم بزنی بوش بیشتر در میاد. مهداد یه مهره‌ای بود که اومد و رفت، فکر میکرد خیلی کارا رو کرده که اون هیچ کاری نکرد. یه سری دزدی کرد، نامردی کرد بیسیکلی. ببین آدمیه که همون به درد یه چک خوردن میخوره همین. تو بعد از اون دیگه با مرداد ارتباطی نداشتی؟ ارتباط تو هم؟ من نه، من یه دفعه که تو داونتاون لس آنجلس، مثلا میگن پایین شهر لس آنجلس، سر فیلم برداری یکی از میوزیک ویدیوهای مادرم، من باهاش درگیری بدجوری پیدا کردم که از دست من در رفت، رفت تو ماشین، درا رو هم قفل کرد تو کتک نخورد. خب چرا آخه؟ آه ما داشتیم میرفتیم سر فیلم برداری، آقای کوجی فیلم بردار بودن، ایشون برگشتن گفتن که بریم شما با ماشینتون دنبال من بیاین، باید یه کوچه ای رو پیدا کنیم، تو این کوچه باید فیلم برداری کنیم. گفتم باشه. حالا منم داشتم رانندگی میکردم دنبال آقای کوجی، مینیونش از این ماشین گنده ها که لوازمش توشه، هی رفتیم پیچیدیم و پیچید اومد دنبال، خودش هم نمیدونست کجا رو میخواد دنبال کجا میگرد. یه پیچید توی کوچه بنبست، این کوچه بنبست از سر تا تاش هر دو طرف فرش فروشی ایرانیه. بعد رفت تای این کوچه پارک کرد، گفت همینجا از ماشین پیاده شین. من گفتم آقا چی رو از ماشین پیاده شین اینجا؟ مامان من اینجا پیاده شه، اصلا فیلم برداری که هیچی، اینجا تا دو روز بعد فقط وایس این مردم میان عکس بگیرن و امضا بگیرن. گفت نه اینجا خود درستش میکنم فلان اینا. یه مرداد گفت تو کی هستی، تو چی هستی که اونجا یه چای خورد و در رفت رفت و ماشین. پس آخرین برخوردتون اینجوری بوده؟ آره. خب بعدش آره یکی دو دفعه، یه دفعه دیگه من با آقای علی پورتاش داشتم تمرین میکردم برای یه تئاتری که اومد با من حرف بزنه، من بهش گفتم آقا اصلا نمیدونم آقا کنار رو حسلت رو ندارم. بعضی از آدم ها ببین به خودشون فکر یه کاری میکنن جدی جدی احساس میکنن آدمی هستن، ولی چی بگم؟ یعنی دیگه الان هم اگه بعد از این اتفاقات، اگه بعد از اینم ببینید دوست نداری باش صحبت کنی؟ صحبت بکنم، من منتظر خر معطل چشم، منتظرم یه چک دیگه بزنم تو چشم. چقدر باحالی تو کامبیز جان، آدم وقتی فکرشو میکنه اینقدر شهامت داری. حالا به هر حال، حالا ما که تو ریز اتفاقات بین شما نبودیم، ولی اون چیزی که مردم از دور دیدن، خب یه زمانی کار هنریشون خیلی با هم نزدیک شد، کلی آهنگ دو نفره اومد بیرون و یک باره قطع شد. معمولا تو اینجور مواقع یه همه منتظر بودن شاید خانم گوگوش هم صحبت بکنه، اظهار نظری بکنه، و اینکه ما چون دسترسی نداشتیم. خلصتی داره مادر من، یه خلصتی داره، خیلی وقتی با یکی کار میکنه با همون کار میکنه، دوست نداره بره با کسای دیگه کار کنه، مگر اینکه ببین چجوری میگن،
یعنی فقط رو حساب این که روتین بوده فقط باش کارش رو ادامه داده؟ نه روتین نه، خیلی با چیزه، ببین با مرامه، وقتی میگه که من با تو کار میکنم باش کار میکنه، بعد به هیچ دلیلی نمیاد اونو بذاره کنار بره با یکی دیگه کار بکنه مگر اینکه یه چیز بدی از طرف ببینه. و مادر مثل زناشویی میمونه، مثلا من اگه با یه خانومی بخوام بیرون برم همه چیمون اوکیه، میگم من فقط با تو هم، با هیچ کی دیگه اصلا نگاه به هیچ کی دیگه هم نمیکنم، فقط میخوام با تو باشم، مگر اینکه ببینم یارو داره یه کارایی میکنه یهو ذوق من بخوره، ببینم اه داره پشت سر من یه کارایی میکنه که من خوشم نمیاد، اون موقع دیگه میذاره کنار طرف، اون موقع دیگه میذاره کنار. مادر منم همینه، همیشه با یکی کار میکنه ادامه میده تا سرش بخوره به سنگ، تا یه چیزی از یارو ببینه. و مهداد خودش با دست خودش قبر خودشو کرد و دیگه کار هنری اونجا کات شد دیگه، اصلا دیگه هر کسی برای خودش آره برای خودش رو رفتم مهدادم که اصلا کار هنریش دیگه اصلا صفره الان. خب بعد چی شد که بعد از اون تو میگی به قطع شدن کار هنری تو هم همزمان شد تو همون داستان؟ تو همون داستانا بود. منم آلبوم شکلات هم که در اومد، خب شکلات خیلی گرفت اون موقع، میتونستم برنامه اینا برم، ولی چون درگیری های مادرم با کمپانی های نیدرلندر، همین امیر با میرزا قاسمی و نمیدونم آدم های مختلف زیاد بود، فکر میکنم اون موقع شکایت کرده بودش امیر قاسمی از مادر شما، درست؟ بله شکایت کرده بودن، یه بارم از ای بی شکایت کرده بودش، این داستان یادم هست یه چیزایی تو اون سالها. بعد نتیجه این شکایت چی شد؟ ولی مردم حمایت کردن از برنامه گوش، درست؟ بله همه، حتی یه چند تا از کنسرت های مادر من اجرا نشد، که حتی تو لاس وگاس به جایی که مادرم برنامه اجرا کنه یه سری آهنگ رو مهرداد خوند، یه سری آهنگ هم من خوندم برای مردم برنامه اجرا کرده. خاطرم هست که گوگوش اومد توی تلویزیون کوروش از مردم خواستش که به خاطر شکایتی که البته اون شکایت مطمئنی از طرف خود امیر قاسمی بوده، یه کس دیگه ای هم دخیل بوده توی کمپانی نیدرلندر رو امیر قاسمی نامدن، کرم از خود امیر قاسمی بود. آره که اومد اعلام کردش که توی این برنامه کامبیز من براتون شکلات رو میخونه آهنگای، و مهرداد هم اومد خوند و مردم هم اومدن حمایت کردن. و این مسئله اون موقع، بعد این شکایت نتیجهش با حمایت مردم حل شد دیگه ها؟ با حمایت مردم حل شد یه مقدار، دقیقا یادم نمیاد پول داده شد گرفته شد، کی داد کی نگرفت اینا رو یادم نمیاد دقیقا چی شد، ولی anyway برطرف شد، به نفع مادرم هم شد. الان صحبت کوروش کردی، منظور کوروش بیبیان بود دیگه، درست؟ آره کوروش بیبیان. ببین من این مرد رو انقدر دوست دارم، تنها کسی هستش که من از وقتی پامو گذاشتم تو آمریکا، ایشون اون موقع تلویزیون جامعه جمع داشتن، جامعه جمع داشتن، فرزان دلجوینا جنبش رو داشتن، بعد کسایی که کار بیشتر منو میبردن، کسایی که با منو آورده بودن اینجا برای برنامه با جنبش کار میکردن، ولی من کوروش رو بیشتر دوست داشتم. همیشه هوای منو داشت، همیشه به من میگفت آقا پسر این کارو بکن، این کارو نکن، این کار برات خوب نیست. هنوز که هنوزه، اگه کاری داشته باشم من به کوروش زنگ میزنم. خیلی مرد خوبیه، واقعا یکی از کسایی هستش که من تا آخر عمر مدیونشم. آره منم نزدیک 15 ساله کوروش بیبیانو میشناسم و از همینجا بهش سلام میفرستم، چون میدونم این روزا ترکیه است و آره الان اونجا تو ترکیه است الان. آره اتفاقا آره شاید بمونه، اتفاقا شاید اونجا بمونه. آره حالا ما تا اون زمانی که کوروش تلویزیون داشت رابطه‌مون خیلی خوب بودش، از زمانی که تلویزیونش جمع شد و اینا، البته کوروش خیلی با مرام اون سالها واقعا رابطه خیلی خوبی داشتیم و به قول تو یه جوری با همه شخصیتش متفاوته، یعنی
یه مرامی توش وجود داره، یه مرام دیگه ای داره. ببین من دوستای مختلف زیاد دارم، از هر دین و هر مذهبی و هر نژادی دوست دارم. خب کوروش از یه خانواده، خب میدونی که کلیمی هستن. ولی ببین این آدم همتا نداره، یعنی یه مردیه که واقعا بهت میگم، به من بگه کامبیز من یه جیگر لازم دارم، یه چیزی لازم دارم، من فکرم براش نمی کنم، همونجا درجه براش میدم. آره، یادم دقیقاً اون سالها هم که قرار بود همین اختلافات خانم گوگوش بودش با تلویزیون تپش و اینا، اون موقع بارها از دهن کوروش شنیدم، حالا چون به عناوین مختلف صحبت میکردیم، دبی میومد میدیدمش و اینا، اونم متقابل هم گوگوش دوست، اصلا رسانه گوگوش و خود پخش موزیک ویدیوی تو شده بود جام جم، و یه جوری اون سالها فقط از تلویزیون جام جم پخش میشد بیشتر کارهایی که شما انجام میدادید، و فکر کنم تنها مصاحبه ای هم که گوگوش کرد راجع به همون اختلافی که با امیر قاسمی داشت فقط تو تلویزیون کوروش بیبیان انجام داد. بله. آره، هر حال خوبی رو باید گفت دیگه. آره آره، آدم باید همون جوری که اتفاقات رو راجبش صحبت میکنه چیزایی که کوروش برای خیلی ها، همون جوری که پدر من تو ایران برای خیلی ها به خیلی ها کمک کرد، کوروش هم اینجا به خیلی ها کمک کرد. حالا از لحاظ مالی شاید کمک نکرده باشه به خیلی ها، ولی از لحاظ کمک فکری، ذهنی، نمیدونم کاری، همیشه هست، یه دوسته به تمام معناست. آره واقعا، زمانی که شاید تعداد تلویزیون های 24 ساعته انگشت شمار بود به تعداد انگشت های دست بود، و کوروش یکی از پربیننده ترین شبکه فارسی بودش، و واقعا هم تو اون موقع سنگ تموم گذاشتش برای پخش برنامه های شما. حالا از اون داستان که بگذریم، در مورد این سالهایی که ما تو به همراه مادرت داری وارد کنسرت لس آنجلس میشی، فکر میکنم که دست راست مادرت وایستادی، و اون بعد از اون کنسرت دیگه تو هیچ کنسرتی تو با مادرت ظاهر نشدی، یا ظاهر شدی ما ندیدیم. کدوم کنسرت رو داری میگی؟ کنسرتی که بی بی سی باهات مصاحبه کرده بعد از اینکه مامان بعد از اون کنسرت، نه بعد از اون کنسرت دیگه من نرفتم. اون کنسرت محلش کنسرت کجای لس آنجلس بود؟ همون سالن بزرگ، چه سالن خیلی بزرگی هم بود، میگفتم بزرگترین اجتماع ایرانیا بود. آره الان مثل حالت کاسه داره، کاسه مانند یه حالت خیلی. آره بزرگترین خواننده ها و بنده دنیا اونجا برنامه میذاره. دنیا. آره که اون کنسرت به صورت مستقیم شبکه بی بی سی پخش شد، و زمانی که آره گوگوش میخواست رو استیج بره، شما پیش مامانت وایستاده بودی، و آره من فکر میکنم تنها مصاحبه‌ای که توی این سالها، اونم به اندازه یه مصاحبه کوتاه صحبت کردی، با بی بی سی بودش، درسته؟ دقیقا. دیگه بعد از اون الان که آره با خودت فقط حرف زدم، با ایش دیگه حرف زدم. قربونت برم. چی شد که الان دیگه تو کمتر تو کنسرت های مامانت هستی؟ اون سالها خب بعد از اینکه داستان مرداد تموم شد و اینا، فکر میکنم یه مدتی مدیر برنامه مامانت شهرام نورس بود، درسته؟ نه، بعد از مرداد یه خانمی بودن به اسم ندای کرمانی. آها فراموش کردم، بله ندای کرمانی بود که بعد از یه چند وقت هم ایشون دوباره باز یه کارایی کردن که مادرم فهمید، دوباره ایشون هم گذاشتن کرد. ببین تو کار هنری اختلاف زیاد پیش میاد، این میاد اون میره، بعد کسایی که برای خواننده ها یا هنرمنده ها منیجرا بخوای نخوای پول میدوزدن، اینا رو خود خواننده ها میدونن، ولی بعضی وقتا خواننده و هنرمند و مجبورن چشاشین رو ببندن و چی نگن، ولی دیگه تا به یه جایی برسه که وقتی که صداشون در میاد و بعد میذارنشون کنار.
خب شاید این بحث دزدیدن نباشه، شاید مثلا جزوی از یه طرف حق خودش میدونه بابت زحمتی که کشیده میشه. نه برای زحمتی که میکشن رو دستمزدشون رو دارن میدونه. یعنی غیر از دستمزدی که گرفته میشه یه مبلغی هم پنهانی برداشته میشه. بله مثال بزنم، میگفت مثلا ای من پسرش هم میتونستم خیلی از این کار را بکنم و هیچ وقت از این کار نکردم. یکی بیاد مثلا تو بیای به من بگی کامبی جان من میخوام یه کنسرت برای مادرت بذارم، اینو برای من ستاپ کن، بیا این 10-15 هزار دلار رو بگیر این کنسرت رو برای من درست کن، من این 10-15 هزار دلار رو از تو بگیرم بذارم تو جیبم برم علاکی 4-5 روز دیگه بیام به تو بگم ببین نمیشه. میدونی چی میگم؟ واقعا. و تو این کار هیچ وقت نکردی؟ من برو از هر کی دلت بخواد بپرس، ولی به جاش کسایی که آره ولی به جاش کسایی که قبلا تو این کار بودن منجرای مامان من بودن صدها بار این کارو کردن. یا تیکتایی که خودت ببینی هر کنسرتی تیکتای مجانی داره برای مهمونا، یه چند تا تیکتای مجانی میدن برای مهمونا که تو روی این تیکتا روی این بلیتا قیمت هم زده نشده، صفره. خب اینا برای فروش نیست، اینا برای اینه که بدی به مهمونات بیا. میتونی اونا رو بفروشی؟ بله، اینا قرار نیست اینا رو کسی بفروشه، اینا برای فروش نیستن. ولی من اینجا رو بعضی وقتا میان یواشکی اینا رو میفروشم به قیمت بالا، چون جاهاشون هم خوبه، جای صندلی‌ها جای خوبیه، به قیمت بالا میفروشم، پولش هم میذاشتم تو جیبشون. درست. مثلا آقای آسمانی از این کارا زیاد کرد. چه جالب. حالا میدونی آخه واقعا گوگوش یه برنده. ما زمانی که قرار بود برای اولین بار خانم گوگوش بیان دبی، اولین کنسرت دبیشون بودش، خب نمیدونم تو جریان هستی اون کنسرت رو مهران عبدشاه هماهنگیاش انجام داد و بعد از این که خانم گوگوش اومد و رفت سال بعدش، البته این خاطره جالب یه دفعه از صحبت تو به ذهنم رسید، میخوام بگم که وقتی یه برندی مثل خانم گوگوش وجود داره که همه حاضرن پول بدن، چقدر این وسط از این دل دزدی ها ممکنه بشه که یه دونهش رو من خودم شاهدم. به اونجا دو تا از دوستای من که اسمشون رو نمیتونم بیارم، کمپانی سونی اریکسون رفته بودن باهاش صحبت کرده بودن که برای عید مثلا همون سال بعدش خانم گوگوش رو دعوت کنن دبی و پیش قرارداد از طرف گوگوش بسته بودن و نزدیک 200,000 دلار یا 150,000 دلار پیش پرداخت گرفته بودن و به سونی اریکسون گفته بودن شما خیالت راحت باشه دوم فروردین سوم فروردین گوگوش اینجاست. حالا اصلا خود گوگوش روحش هم خبر نداره، این داستان جنجالی شدش که بعدش اینا اومدن تو یکی دو تا از تلویزیونا اعلام کردن، حالا فکر کردن که بعدن با ارتباطاتی که دارن میگن مثلا یه بخشی از این پولو میدن و خانم گوگوش رو راضی میکنن که بیاد دبی، در حالی که کمپانی سونی اریکسون خیلی قوی تر از این حرفا بود و بلا فاصله که متوجه شد گوگوش تو جریان این بده بستون نیستش وکیل گرفتن اون شخصا رو بدون اینکه پلیس امارات اجازه بدن تو دفترشون بره، کت بسته بودن از امارات اخراجشون کردن. یعنی طرف دفترش، خونهش، ماشینش، زندگیش، همه چیش تو دبی بود، تا 10 سال ممنوع ورودش کردن به دبی. و این اتفاقا برای من که از دور نگاه میکردم میدیدم میفته. حالا شما در نظر بگی هنوز هم همون مسائل ممکنه پیش بیاد، چون به هر حال بین خواننده‌ها به خاطر اینکه خانم گوگوش چندین سال فعالیت نداشتن الان هر جایی بخواد برنامه بذاره بالای 10,000 نفر آدم میاد، این 10,000 نفر آدم خودش کلی پول میشه که همه رو وسوسه میکنه. بعد در مورد مدیر برنامه های مادرت بعد از اون کنسرت تو ارتباطی دیگه نداشتی با مدیر برنامه های مادرت؟ یعنی با بچه هایی که خب الان این اواخر صحبت هایی راجع به آقای رها اعتمادی میشه، میخواستم بدونم که شما تو جریانش هستی که این آیا رها اعتمادی مدیر برنامه های مادرته یا نه تو جریان نیستی؟
هم ایشون کارای مدیریت رو میکنه، هم آقای روبرت دهنوشی، دوتایی با هم میکنه. الان شهرام دیگه نیسته، شهرام و... شهرام نورس دیگه نیست، نیستش دیگه. و این خب آقای بعد... شهرام هم دیده بودم، باز دوباره ایشون هم یه کارایی میکنه، ولی خب کسی اون موقع حرف رو میکنه. من هر وقت حرف میزنم ایش که گوش نمیکنه، بعدا میفهمم من حرفم درسته. البته شهرام دوست خوب منه، ولی خب به هر حال من توی صحبت‌های شما هیچ دخل و تصرفی نمی‌کنم، ولی چیزی که هستش اینه که ممکنه یه مدیر برنامه غیر از گذاشتن کنسرت در مورد ویدیو کلیپ‌ها و اصلا تراز کاری یه هنرمند رو بتونه بالا ببره و همون قسمت هم میتونه بکشه پایین، که خیلی از این آدما توی موفقیت مادرتو توی این چند سال گذشته شاید بعضیاشون ضرر زدن به موفقیتش مثلا، و خیلیاشون شاید کمک کردن که بیشتر موزیک ویدیوهای بهتری تولید بشه، آهنگای بهتری جمع بشه، و اینو نمیشه به راحتی راجبش صحبت کرد. ببین آره دیگه، شهرام مثلا این کاره نیست، این کارا رو بلد نیست، این باید یه پادو بشه در اصل. اون توی این مسئله تو برای کارهای مادرم بیسیکلی مترسک بود، بهش میگفتن چی کار کن، اون میکرد، تموم شده. ولی خب تو این وسط هم یه مقدار ایشون هم چیزبازی در آوردن. خب حالا بگذاریم. میگم تو خودت چرا هیچ وقت کاندید نشدی که این کارا رو انجام بدی؟ برای اینکه ببین من یه ذره آمپرم بالاست، من زود عصبانی میشم. یک، من ببین هیچ آدمی پرفکت نیست، عالی نیست، از هر لحاظی نقص نداشته باشه، امکان نداره همچین آدمی پیدا بشه. من خودم نقص زیاد دارم. یکی چیزی که زود عصبانی میشم، مخصوصا برای کسایی که دوست دارم، پدر، مادر، بچه ها. دو، من فروشنده نیستم. یعنی مثلا اگه یکی بیاد به من بگه اینو میخوام ازت بخرم، من اینو همینجوری بهت میگم اینه اینه، من نمیام لعاب بهش بدم. من آدم، کسی که بخواد منیجر بشه باید حرف زدن فروشنده خوبی باشه، باید بدونه با مردم چجوری رفتار کنه، چجوری حرف بزنه. من حرف زدنم میبینی خیلی خودمونیه، و اینکه خیلی همون جوری که مردم راجع به من یه تصورایی میکنن، با هر کیم برم حرف بزنم راجع به من یه تصورایی داره. مثلا این هر حرفی بزنم یا بهشون بر میخوره یا فکر میکنن من دارم چرت و پرت میگم. از لحاظ دوم، پدر مادر آدم همیشه فکر میکنن بچه آدم کوچیکتر چیزی نمیدونه. اینطور نیست، من از بچگی همه رو تو این بیزنس شناختم و میدونم کی چی کار است و کی چی کاره نیست. دو، اینکه بهتره، نمیدونم چجوری بهتون بگم، میخواستم این کار رو بکنم، ولی اون بهتر که من این کار نکردم، چون اگه هرچی خوب میشد من نکردم، اگه اتفاق بدی میافتاد تقصیر من میشد اون وقت. خب برای همین از بعد از همون کنسرت لس آنجلس فاصله گرفتی؟ بعد از کنسرت لس آنجلس فاصله گرفتن من دلایل مختلفی داره، دلایل مختلفی داره که یه ذره خصوصیه، ترجیح میدم راجع به شرح بدم. درست. بعد اینکه برای آینده پلن چی؟ یعنی دوست داری که بیشتر با مادرت همکاری بکنی؟ چون مادرمه، اون هر هیچ کسی دلسوزتر از تو نمیتونه باشه توی این قضیه، هم من هم بچه ها. من مادرمه، من هر کاری بکنه بالاخره اون مادرمه، براش آرزوی سلامتی دارم، براش بهترین ها رو آرزو میکنم. حالا من توش باشم یا نباشم، اون کار خودش رو به نحو احسن انجام میده و میدونه چی کار داره میکنه. آخه مادرتو هم دقیقاً وقتی من نوعی که از دور نگاه میکنم یه آدمی خیلی با احساس و مهربونه که مطمئناً برای مادرت هم هیچ کسی جایگاه تو رو نخواهد داشت، و این
احساس 100% دو نفره است، ولی خب به هر حال شاید یه جایی کاری تو خودت باید پیش دستی کنی و این قدم رو برداری و شاید کمکاری از سمت تو، شاید مثلا بعضی جاها غرورت اجازه نمیده، ولی من خودم به شخصه میگم اگه جای تو بودم نمیذاشتم اصلا، یعنی میرفتم اونجا مدیریت کار دستم میگرفتم. حالا به هر حال نه اینکه دخالت تو مسئله شخصیتون بکنم، ولی اینکه مثلا الان کمتر دیده میشی در پیش مادرت و اینا، من واقعا خیلی از طرفدارای تو رو اذیت میکنه، چون کامنتا رو داشتم میخوندم میگفتن چرا دیگه کامبیز مثلا. خب ببین، یکی از بهترین لحظات اون، اگه من دوروبر مادرم باشم، اون کسایی که دوروبر مادرم هستن الان نمیتونن اون کارایی که میخوان بکنن و بکنن، تو واسه همین هر کاری از دستشون بر میاد و میکنن و میگن که من با مادرم رابطم خوب نشه. پس یه عده این وسط چه آره. یه کلاخ بکنن، چه دروغ بگن، چه ببین یک چیزایی من شنیدم اصلا اصلا باورت نمیشه اگه من بخوام تکرار کنم، ولی تکرار کردن ندارم. یه حرفایی رفتن بهشون زدن که مثلا از طرف من این حرف رو زدم که اصلا من آقا باید داریم بیاریم روبرو کنیم، بشینیم اینجا هر کی گفته من این حرف رو زدم بیارین روبرو کنیم. کسی دیگه این کارو نمیکنه که، چون همه فقط بلدن علکی حرف بزنن. ولی واقعا یکی از زیباترین لحظات لحظه هایی بودش که تو در کنار خانم گوگوش دستشون رو گرفتی و میاریشون رو استیج. امیدوارم بعد از اینم باز شاهد همچین لحظاتی باشیم، چون واقعا من شاید قبل از اینکه برنامه تو پخش بشه راجع به خودت یه جور دیگه فکر میکردم، ولی واقعا تو کاراکتری داری که توی جامعه محبوبه و بودن در کنار گوگوش هم به نظر من نوعی که کامنت‌های مردم رو خوندم هم میتونه برای مردم این دیدن این تصاویر لذت بخش باشه، و همین که من آرزو میکنم که بعد از این اتفاقات بیشتر ببینیم، و اینکه همین عکس باورت نمیشه، عکس دخترت که با خانم بوش بعد از مصاحبه ما روی پیجش گذاشتش، آره چقدر دست به دست میشد، چقدر تو پیجای مختلف دیدم گذاشتن، و برای مردم این چیزا مهمه، چون گوگوش دختر سرزمین ایرانه و برای مردم ایران زندگیش خیلی مهمه، و ما اصلا نداریم کسی که بخوایم بگیم شبیه به اون باشه یا مثلا با کس دیگه بخوایم تشبیهش بکنیم. به همین خاطر حالا امیدوارم رابطه بچه‌ها خیلی خوبتر باشه و هیچ کسی نتونه رابطهشون رو خراب بکنه با مادر بزرگش. نه نه نه، دخترم که رابطهش خوبه با مادرم، به قول خودت اکثر هم که دیدی با هم دیگه گرفتن انداختن. ببین مادر من آرزوی یعنی بهترین ها رو برش دارم، و خودش میدونه چی کار بکنه چی کار نکنه، کی دورش باشن کی دورش نباشه. اگه نخواد یه سری آدم براش کار بکنم مثلا اون مهداد آسمانی یا ندا کرمانی یا اینا رو خودش به موقعش پس میزنه. و من خودم دارم بهت میگم اشتباه تو زندگی زیاد کردم، یه حرفایی زدم که نباید میزدم، یه حرفایی رو باید میزدم که نزدم. مشکل همینه دیگه، یه وقت آدم باید یه حرفایی رو بزنه ولی نمیزنه، یه حرفایی رو هم نباید بزنی ولی میزنی. خلاصه بهت بگم، ببین کلن بهت بگم، هیچ کس نمیخواد من دور مادرم باشم. امیدوارم که این اتفاق زودتر عوض بشه و جوری بشه که دقیقاً قضیه برعکس بشه، و اینکه چقدر زود چشم به هم زدیم و رسیدیم به بخش آخر برنامه و اصلا متوجه نشدیم مثل دفعه قبل زمان چجوری گذشت، انقدر حرف شیرین بود صحبت کردن با تو که
بازم من فکر میکنم راجع به خیلی از چیزا که میخواستم ازت سوال بکنم فرصت نشد. هر وقت دوست داری خود... میتونی زنگ بزنی دوباره ازم سوال. قربونت برم. اگه خودت فکر میکنی توی برنامه امروز مطلبی بوده که میخواستی راجبش صحبت کنی، چیزی به ذهنت نمیاد تو انتهای برنامه بگی؟ یه مقدار دوستان عزیز باید چیزایی رو که میبینین اول درک کنین، بعدا راجبش حرف بزنین. مثلا یه کامنت هایی بعضی وقتا تو زیر عکس ها میاد. شما وقتی یه چیزی رو نمیدونین، از هیچ کس خبر ندارین، چرا یه حرفایی رو میزنین؟ من اگه بدونم این آب، ندونم این آب خوشمزه است یا بدمزه است، راجبش حرف نمیزنم. من اگه ندونم شما چه جور آدمی هستین، نمیام هیچ وقت به شما فحش بدم یا بگم شما اینجور آدمی هستین. درسته؟ درست. اینا همه از کجا میاد؟ یادتونه تو حرف قبلی برگردون مصاحبه قبلی گفتم جنس ایرونی یه ذره حسوده؟ اینا همه از اونجا شروع میشه. من دو کلمه با شما حرف زدم، یه ببین به قول خودت 98% مثبت، 2% منفی. اون 2% منفی کسایی هن که فکر نمی کنن، از عقلشون استفاده نمی کنن. مثلا میان به من فوش میدن، میگن چون چرا نمیری تست دی ان ای بدی واسه یه عملی که میگه خواهر توه. آخه بابا مادر مرده ها، خودتون کور که نیستین، عقلم که دارین، شما یه عکس دیگه از گوگوش نشون بدین که حامله بوده. مغزتون رو کار بندازین بعد میایین به من فوش میدین چرا نمیرید خواهر تا چیز بخواید. بابا بلمون کن، مردم بیکارن، از این چیزا ما زیاد دیدیم. آره و متاسفانه آره این حرفات روحیه حساس تو تأثیر میذاره. پس بله آخه تو یه چیزایی رو وقتی نمیدونین الکی واسه خودتون هر رضایی. دختر رضا شاه پهلوی و گوگوش، آخه مسخره. چه حرفای مسخره. آره واقعا در بین اون همه کامنت مثبت و خوب یه دفعه یه حرفای آدم به چشش میخوره، اون چی هم نخواد عکس العمل نشون بده ناراحت میشه. بعد بعضیا میگن ببین ورزش میکنم بزرگ میشم، میگن که ببین این آمپول میزنه، چی استفاده مکمل چی استفاده میکنی بابا؟ ورزش نکنم بذار لاغر شم، میگن این موادیه کوک میزنه اینقدر لاغر شده. بابا چی کار بکنم شما را جای من حرف نزنید. anyway من اونایی رو که واقعا کامنت میذارن فالو میکنن بیشتر، یعنی به قول خودت 98% رو میمیرم براشون، برای اینکه اون احساسی که به من میدن من این کامنت ها رو میخونم هیچی به پای این احساس نمیرسه که بدونم یه سری آدم هستن، هموطن هستن که دوستم دارن، برای خودم دوستم دارن، نه به خاطر چیز دیگه. دمت گرم که اینقدر رفیق باز و مشتی هستی که کامنت ها رو میخونی و برات اهمیت داره. واقعا آدم های از جنس تو دیگه کم پیدا میشن و من فکر میکنم که این مرام ورزشکاری تو اینا همه به هم دیگه مربوط میشه، یعنی منشت یه جورایی حالت پهلوانی داره. دوست داری به هر حال با منش مشتیگری به همه چی نگاه بکنی. من تو این مدت که بیشتر شناختمت متوجه شدم. من تو ایرانم گفتم با یه سری ورزشکار و مشتی و اینا بزرگ شدم. تیم تاج که سرور منه، یعنی همه شون، از آقا روشن بگیر، خدا بیامرز، ناصر حجازی، آقای مظلومی، حسن نظری. ببین یعنی این تیم منو نجات داد. بعد از این تیم آقای حشمت مهاجرانی که منو دفعه اول منو بردن اردوی تیم ملی تو استادیوم آریامهر 100,000 نفری. آقای پروین رو من برای دفعه اول از جلو باهاش اونجا حرف زدم، قبلا با تاج و پرسپولیس وقتی بازی میکردم تو زمین دیده بودمشون ولی هیچ وقت باش حرف نزده بودم. وقتی آقای پروین رو دیدم ابهتش رو گرفت که بعد از اون با پرسپولیس بد نشدم. من هم احترام برای پرسپولیس داشتم ولی خب طرفدار تاج بودم. بعد از اونا دیگه بوکسورا و کشتیگیرا و کاراته بازا بودن که
دیگه، ما با اینا بزرگ شدیم دیگه، از اینا باید یاد گرفتیم. یه مدیون اونا هستم. آقا دمت گرم، خیلی ازت ممنونم که وقت گذاشتی. امیدوارم که باز فرصتی بشه بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. از صحبت‌های قشنگت استفاده کردیم. در تمام مدت برنامه آدرس اینستاگرام جدید تو زیرنویس کردیم، چون همون جوری که تو برنامه قبل گفتیم اینستا قبلیت هک شده و این صفحه رو تازه باز کردی، تنها صفحه رسمیته. اگر دوستان تمایل داشتن میتونن فالو بکنن و این طریق باهات در ارتباط باشن. اینم بهشون بگو اگه دوست دارین فالو بکنین، اگه از من خوشتون نمیاد، بعضی خوششون نمیاد فالو بکنن، فقط دریوری مینویسن آقا خب بچه رو فالو بکنین. خب این به بعد خوشت نمیاد فالو نکن. آره حالا این به بعد دیگه فقط طرفدارات میان فالو میکنن، نگران نباش انشالله. کامبیز جان برات آرزوی سلامتی دارم. یه بار دیگه هم ازت تشکر میکنم. مراقب خودت باش. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.